دوستان عزیز و بینندگان گرامی، خوش اومدید به برنامه صندلی داغ. امشب سباشو با خانم شیرخانی از تهران. سلام و درود و تعظیم عرض میکنم خدمتون. خانم شیرخانی، خوش اومدید به صندلی داغ امشب ما جمعه ها. بله خانم شیرخانی، شما خودتون رو معرفی بکنید که از کجا هستید. بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان شما. شبتون بخیر. من در ایران هستم. سالیان سال خارج از کشور بودم، اما الان به 12-13 ایران طراح لباسم و این شغل رو خیلی دوست دارم و دارم ادامه میدم. بله، من برنامه امشب رو با یه سری سوال من برنامه امشبمون رو با یک سری سوالهای داغ شروع میکنم که شما اونها رو نمیدونید و میتونه براتون سورپرایز باشه. منم داغ جوابتون میدم. عالی. بعد سوالا لطف میکنید، ولی فقط سوالا جواب دادنی نیست. اگر بگید آره، باید دنبال این راه بیه. اولین سوال داغ اینه که آیا شما دوست دارید، بذارید من یه اطلاعی رو به شما بدم که توی ایرانی که ما داریم زندگی میکنیم بچه فروشی وجود داره، یعنی بچه ها رو خرید و فروش میکنن توی ایران. شما این اطلاع رو دارید؟ اگر اطلاع دارید یا اطلاع ندارید، سوال داغ من از شما اینه: دوست دارید من و شما دست به دست هم بدیم یکی از این بچه ها رو از این بردگی نجات بدیم؟ چرا که نه، چه اشکالی داره؟ خب بهتر از این اصلا نمیشه. پس من و شما، بینندگان ما شاهد هستن که تصمیم گرفتیم یکی از این بچه ها رو به یه شکلی نجات بدیم. از تمام بینندگان عزیز و هموطنان عزیزی که توی ایران زندگی میکنن و شاهد این خرید و فروش بچه ها هستن، به ما اطلاع بدن که من و خانم شیرخانی عزیز که طراح لباس و مد هستن و بیزینس خیلی موفقی داشتن، الان هم دارن و قدرتشون توی دوختن لباس بسیار زیاده، کمک میکنیم یکی از این بچه ها رو ما نجات بدیم. و یه طرحی دیگه هم دارم من، و اون اینه که ما حالا اینو بریم جلو، ولی من دوست دارم به کمک همدیگه یک مدرسه توی سیستان و بلوچستان بسازیم. خانم شیرخانی، شما هم دنبال این داستان هستید؟ میایید با هم؟ خب خیلی ممنون که گفتید آره. خیرهایی پیدا میشن که کارهای خوب انجام میدن، چرا که نه با همه آره. کار میکنیم. بله، من یه شعر میخونم از خودمه، بعد از این شعر یه سوال از شما دارم. شعرم اینه که میگم چی میمونه از ما به چی میمونه از ما به جا اگه خیلی ماه باشیم؟ یه خاطر خیلی قشنگ تو ذهن اون آدمی که مونده تو را، این میمونه از ما به جا. خانم شیرخانی عزیز، شما دوست دارید توی دنیا، نه الان که نه، حتی آدم میتونه هم زنده باشه چیزی به جا بگذاره، هم وقتی که نیست، دوست دارید چی از شما بمونه توی این ذهن آدم ها، دل آدم ها توی دنیا؟ یه چیز خیلی مست... نه موش... آدم دوست داره خرابی ببره، همین ذهن خوبی داشت بگذاره باقی بزن، بعد از مرگش بگن خدا بیاموزه چه آدم خوبی بود، چه آدم خیری بود، چه بچه های خوبی به جامعه تحویل داد، چه کمک هایی در جامعه کرد به مردم. من نظرم اینه که فراتر از اینا بریم. من نظرم اینه که فراتر از اینا بریم، یعنی ناکنه مثلا یه نویسنده یه کتاب به جا میذاره. من فکر کنم الان شما میتونید، من میتونم، ما با هم میتونیم، حالا به خصوص شما دیگه، من برای مهم نیست که به اسم کی باشه، یک جایی، یک بیمارستانی برای بچه ها، یه دبستانی، یک جایی برای دخترایی که از خونه فرار میکنن. من میخوام شما دقیقا مشخص کنید که دوست دارید
یک جایی مشخص باشه، کلی نه، مثلا بگن خدا بیامرزتش، نمیدونم، این من نظرم این نیستش. اونو به من جواب بده شما خانم شیرخانی عزیز. خواهش میکنم. ببینید این صحبتی که ما الان در موردش داریم انجام میدیم یه چیز خیلی ساده نیست، زمان میبره تا ما بتونیم به این مرحله برسیم که جایی رو بگیریم و نمیدونم اینا رو جمع کنیم و بذاریم. در هر صورت اینجا خودش رو داره، به این سادگی نیستش که ما وجودم. من سعی میکنم که یه همچی کاری رو انجام بدم. در ما گفته نمونه، من سالیان سال جایی رو داشتم که داده بودم به مدرسه با خیلی چیز ناچیز، مدرسه بودش، ملک من مدرسه بود. اینه که من خیر هستم انجامم میدم. یا شاید کسان دیدی که رفته بودم یه روزی دادگاه، دیدم یه خانمی اومده داره پول میگیره، خواستم تلفنش رو گرفتم، ماه به ماه پول میریختم به حسابش بدون اینکه بدونه از کجا داره این پول میاد براش. بله ببینید آقای خانم شیرخانی، دو نوع کاره. یک سری کارهاییه که آدم مثلا به یه نفر کمک میکنه، اینا کارهای بدی نیستش، ولی یه کار دیگه هست، یه کار اساسی میکنه. الان خانم فاطمه عبداللهی فکر کنم توی یکی از این رشته ها تخصص هم داره، دکترا گرفته، الان توی تهران تو دل یک بیمارستان یک مدرسه درست کرده به نام مهرآیین، برای بچه های سرطانی مدرسه درست کرده. یعنی این کاری که این خانم کرده به بچه ها امید میده برای زندگی کردن، بهشون میگه شما اگر بیمارید، اگر مریضید، وقتی نارو این فرسه مدرسه. حالا من میخوام بگم شما توی تهران هستید، ما میتونیم با این خانم عبداللهی تماس بگیریم، ببینیم چه نیازایی این خانم داره، بهش کمک بکنیم. نظر شما چیه؟ مثبت، حتما این کار میکنیم. پس من در بعد از برنامه مشخصات این خانم عبداللهی رو برای شما میفرستم. این پست تماس میگیرم. آره این پست هم براش میفرستم. حالا میریم سراغ سوالای خیلی خصوصی 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 خصوصی. شما توی زندگیتون عاشق شدید خانم شیرخانی؟ بله. تب کردی یا تب نکردید؟ نمیتونستم غذا بخورم. جدی میگی؟ کی بود، کجا بود، چجوری بود؟ دیگه خیلی خصوصیه. خب ایراد نداره، ببین میتونی جواب ندی. چه ایرادی داره؟ دوران جوانی. چند سالتون بود؟ 17 سال. حالت خیلی خوب بود نه؟ خیلی خوب بود. و دیگه هم تکرار نشد یا شد دوباره؟ نه خیلی دیگه تکرار نشد. توی عشقتون شکست نخوردید نه؟ چرا؟ تو همین عشق شکست خوردید؟ شکست خوردم دیگه عاشق کسی نشدید نه؟ دوست دارم، اما البته نگفته نمونه، من عاشق بچه هم هستم، عشق مادری یه چیز دیگه است، اما خب اون عشقی که جنس مخالفم من بود یک بار بود و تموم شد و دیگه هم نشدم. الان بزرگترین دارم و خیلی دوست دارم. بله الان بزرگترین دوستش داشتم. آها بله، میخوام بگم الان بزرگترین آرزوی شما توی زندگیتون چیه؟ بزرگترین آرزوم در درجه اول سلامتی برای خودم، برای خانوادم، برای دوست داشتن و گرفتاری های این واقعا این کار تموم بشه. دومی که هر کسی دوست داره در شغلش موفق بشه. بله بله. ببین شما توی آمریکا زندگی کردید، توی سوئد زندگی کردید، درست میگم؟ بله. به نظر شما یه فرهنگ آمریکایی سوئدی بهتره یا فرهنگ ایرانی؟ چه تفاوتیه بین این دوتا فرهنگ ها، این سه تا فرهنگ به نظر شما؟ اگه بخواد انتخاب بکنید. بله. اونجا قانون رعایت میکنن، به قانون خیلی اهمیت. منطقه خب متاسفانه ایران همچی شرایطی نیستش که قانون رعایت بکنن، نمی کنن. بله بله. خب خانم شیرخانی عزیز، حالا میریم سراغ کار شما. شما فرمودید تو اون برنامه کوتاهی که داشتیم شما 4 نسلتون خیاط بودن، درسته؟
بله، کاملا درسته. و شما کارتون رو با لباس دوختن برای عروسکتون شروع کردید تا آنچه که من اطلاع دارم، درسته؟ بله بله. ببین الان شما، بله بله، الان شما بیزینستون چه شکلیه؟ الان بیزنس ما خب به نسبت که تمام بیزنس هایی که در ایران موجوده، لباس مزونه خب مال ما خیلی خوبه به نسبت همه، چون خیلی وسیع تر از دیگران مسیم، خیلی قد داریم که به مردم بهترین رو تحویل بدیم. پولش دیگه برامون وقتی که سفارش میگیریم پولش مهم نیست، تحویل مهمه برامون که اون چه که مشتری میخواد ما تقدیم بدیم، چون حرف با مشتری ما اون به خاطر مشتری باست، که اگر مشتری نباشه که این همه واحد چه درد من میخوره. تمام وجودم خودم شخصا سعی میکنم به مشتری سرویس خیلی خوب بدم و احترام بذارم، چون مشتری داره پول میده، به خاطر پولی که داره میده باید بهش احترام بذاریم. اون چه که میخواد باید براش انجام بدیم، نه اینکه به سلیقه خودمون، به استیل خودمون، باید سلیقه اونو در نظر بگیریم، خواسته های اونو برآورده کنیم. بله. شما توی تبلیغاتتون مطرح کردید بهترین مزون یا لباس عروس تهران رو دارید، درست میگم؟ بله کاملا درسته. یعنی شما بزرگترین مزون علت چیه؟ علت چیه؟ علتش چیه که شما بهترین هستید؟ الان یه مقداری نت ضعیف شده ولی دوباره داره برمیگرده. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، این برنامه لایو زنده است. من از ونکوور کانادا هستم و خانم شیرخانی از تهران، خانه مد شیرخانی رو دارن و اومدیم با شما صحبت کنیم و سعی میکنیم به بیزینس های هموطن های ایرانیمون کمک کنیم. و در این حال وقتی به بیزینس ها کمک میکنیم، بله، سعی میکنیم به دیگران هم کمک کنیم. من و خانم شیرخانی تو این برنامه که شما الان ملاحظه میفرمایید فقط در مورد بیزینس حرف نمیزنیم، در مورد بچه هایی که تو ایران هستن حرف. بله دوباره برگشتیم، خانم شیرخانی قطع و وصل شد. ادامه بدیم برنامه‌مونو. سوالم این بود که شما چرا بهترین هستید توی تهران؟ دلیل؟ دلیل این که بزرگترین مزون ایران هستم، ایران؟ سه تا جواز کسب هستم و اینقدر از نظر متریال قوی هستم، وارد کننده کلی از پارچه ها و موادی که لازمه برای لباس عروس و لباس شب و وارد کردم. 6 تا واحد مزونه، 7 واحد مزونه، به همون دلیل خیلی غنی هستیم. اگر 3 سال 4 سال ما پارچه یا وسیله دیگه نخریم، داریم سرمایه خیلی ریختم توی اونجا. بله بله. کار شما چه تفاوتی با کار کسایی دیگه داره که مثل شما لباس عروس میدوزن؟ خانم شیرخانی عزیز بفرمایید. ما لباسایی که میدوزیم، تمام لباسایی ما بدون استثنا گندوزی میشه، که خانم ها نیازی به سوتین و به گن و اینا ندارن. تمام داخل لباسامون فنردوزی میشه، از داخل لباسا فنردوزی شده است که وقتی که میپوشه 2 سایز 3 سایز ظریف‌تر به نظر میادش. و خیلی دقت میکنیم که درست عین لباسایی که در آمریکا و در اروپا دوخته میشه، همون لباسا رو، همون کوالیته رو به مشتری بدیم. به همون دلیل که مشتری سراغ ما بده، هر عکسی رو که برای من بفرستن، من عین اون عکس رو میدوزم، اون عکس رو پارچه میکنم، میدوزم، تحویل میدم با گارانتی. بله بله. من توی صحبت قبلیمون از شما شنیدم که از هر کجای دنیا شما به اصطلاح سفارش قبول میکنید و گارانتی هم میکنید. گارانتیتون به چه شکلیه؟ شما چجوری گارانتی میکنید؟ خدمتتون عرض کنم، شما هر عکسی رو که برای من بفرستن، من متوجه میشم این پارچه چیه، تخصص در این کار دارم. چقدر خوب. هم عکسایی که دارم، عکسی که میفرستم تشخیص میدم این پارچهش ساتن، تافته است، کرپ، شیشه، هر پارچه‌ای که باشه من تشخیص میدم. بعد فقط یه دونه عکس از خودشون یا سایز برای من بفرستن،
مدل هم بدن، ما همونی که اونا میفرستن با اون پارچه با اون متریال ما تهیه بکنیم براشون ارسال میکنیم. این کارو تا حالا برای کسی انجام دادید شما؟ بله، برای آمریکا خیلی، برای کانادا چقدر کردن؟ آن برای کانادا. بله. من آلمان، سوئد، خیلی مش... اسپانیا، استرالیا، خیلی مشتری داشتم از خارج از کشور. سفارش دادم و براشون ارسال دوختیم فرستادیم رفته وقته، چون قیمت ها اونجا با اینجا خیلی فرق میکنه. اگر مثلا اونجا یه لباس بخوان به دلار بخرن، اینجا به ریال میخرن. آه بله، یعنی شما قیمت هاتون هم خیلی بد عالی باشه نه؟ به نسبت خارج از کشور که دلار میدن خیلی بالاتر در میاد. آره. خب صرف است که اینجا سفارش بدم، لباس شب، لباس عروس، لباس نامزدی اصلا فرق نمیکنه، هر چی که سفارش بدم همون رنگ و همون مدل و هر چی که بخوان ما براشون تهیه میکنیم، سفارششون رو قبول میکنیم، با گارانتی میفرستیم میره. برای گروه های رقص هم شما لباس میدوزید؟ گروه های هنری منظورم، رقص، تئاتر، اینا این کار انجام میدید؟ حالا انجام ندادم، اگر خب اصلا باشه بله انجام میدم. خب من با اجازه شما، یعنی از شما این اجازه رو میگیرم و اعلام میکنم، اگر دوستان عزیز و بینندگان گرامیمون از هر کجای دنیا صدای ما رو میشنوند و کار هنری میکنن، کار نمایش میکنن، کار رقص میکنن، مؤسسات هنری رو دارن و نیاز به لباس دارن، با این برنامه تماس بگیرن. خانم شیرخانی نازنین و عزیز با بیش از چند سال سابقه؟ مال من که خب خودم شخصا حدود من 76 سالمه، از 15-16 سالگی شروع به کار کردم. او یعنی شما 50 سال. 76 سالمه، 50 ساله که دارم خیاطی میکنم. بله خانم، سالیان سال دیگه نمی کنم چون همکارا انجام میدن، اما نظارت میکنم در تراش. بله 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 خانم شیرخانی با 50 سال سابقه توی این کار و تجربه های خیلی عالی و مدیریت خیلی خوب، میتونه تمامی لباسایی رو که شما نیاز دارید توی هر زمینه‌ای که شما کار هنری انجام میدید برای شما با قیمت بهتر از اون جایی که هستید بدوزه و برای شما بفرسته و گارانتی هم میکنه. ما سعی میکنیم تو برنامه‌های بعدی خانم شیرخانی اگر بتونیم از کسایی که شما برشون لباس دوختید یک اجازه‌ای بگیرید که اسم اونها رو ببرید. به نظر من بد نیست که بینندگانمون ببینن که شما اینترنشنال جهانی کار میکنید و شما اون دفعه فرمودید که توی سوئد دوره دیدید، توی آمریکا دوره دیدید، چه دوره‌ای دیدید شما؟ تو سوئد دوره رفتم، دیدم دوره طراحی رو دیدم یه مقداری، بعد رفتم مهاجرت کردم به آمریکا، در آمریکا دوره چه مدت دیدم، اونجا مزون داشتم، در آمریکا مزون داشتم، شیرخانی فشن هاوس رو داشتم که الان اجاره دادم و سالیان سال، یعنی شغلم اینه، دارم کار میکنم. بله بله. بعد از 50 سال خیلی تجربه پیدا میکنم. چقدر خوب. نگفته نمونه، یه خانم خواننده های ایرانی که در الان در ایران هستن سنتی میخونن به اسم آسیتای یوسفی که لباساش تمام لباس طراحی منه و هستن که لباساشون رو براشون میدوزم، لباسایی که روی سن میان برای رقص و آواز و از این برنامه ها. بله بله بله. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، ما به لحظه های آخر برنامه امشبمون رسیدیم با خانم شیرخانی عزیز، طراح مد و لباس عروس و هر نوع لباسی، و میخواستم از خانم شیرخانی بازم اجازه بگیرم، امیدوارم که یک روزی خانم شیرخانی تشریف بیارن کانادا و اینجا یک سمینار بذاریم، یک جلسه ای رو بذاریم و با دوستان عزیز و بینندگان گرامیمون رو در رو صحبت داشته باشیم، نشست داشته باشیم و ایشون به سوالهای بینندگان ما زنده جواب بدن. فکر کنم این کار رو خواهید کرد یه روزی شما. مسئله اشکالی نداره، انشالله کرونا تموم بشه. تموم میشه، تموم میشه، این کرونا رفتنیه، برای اینکه همیشه همه چیزای بد باید برن و ما هم از کرونا خیلی قوی تریم. خب خانم شیرخانی عزیز، آخرین حرف، آخرین پیام، آخرین صحبتتون رو بفرمایید. اگر فکر میکنید صحبتی رو باید مطرح میکردی و مطرح نکردید، من ساکت میشم، شما بفرمایید. خواهش میکنم.
من به عنوان یه طراح هیچ وقت عقیده خودم رو به مشتریم تحمیل نمی کنم. من به عنوان یه طراح فقط نظر اونو میخوام، نگاه به قیافش، به هیکلش، به اسکیل بدنش نگاه میکنم، بهش لباس میدم. هیچ موقع به سلیقه خودم، به سن سال خودم به مشتریم لباس نمیدم، بر واقعشون لباس نمیدم. سعی میکنم اون چی که اون بهش میاد اونو انجام بدم، از نظر رنگ، از نظر موده پیشنهاد میشوندم، میگم این به شما بیشتر میاد. حالا بیان خودش تصمیم بگیره که میخواد یا نمیخواد. این آخرین سوال منه. یعنی آخرین صحبتتون بود. خب پس شما حاضرید الان با بینندگان عزیزمون خداحافظی بکنیم و ما دوباره با هم هستیم. من و خانم شیرخانی کنار هم قرار گرفتیم به هم دیگه کمک بکنیم. من اعتقادم بر اینه که ما با هم قوی داریم. انگلیسی ها میگن together we are always and always and always stronger. درست میگم خانم شیرخانی؟ بله اگزکتلی. ما قوی تر هستیم. پس شما مایلید که الان با بینندگان عزیزمون خداحافظی بکنیم تا برنامه بعدی و اون قولایی که تو این برنامه دادیم. من از اون قولایی که از شما گرفتم خیلی خوشحالم خانم شیرخانی. دست گلتون رو میبوسم. مرسی خانم شیرخانی نازنین. صبح خوبی داشته باشید. اینجا شبه. قربان شما. ممنونم که اومدید. مرسی. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، این برنامه صندلی داغ بود و در این حال معرفی هموطنان نازنین و عزیز که هنرمند هستن، کاری میکنن و ما تو برنامه های صندلی داغی که با این هموطنان نازنین و عزیز داریم یه سری سوالای داغ میکنیم و این سوالای داغ بازی کردن با کلمه ها نیستش. من و خانم شیرخانی امشب تصمیم گرفتیم که اگر میشه یک جوری حال بچه هایی که تو ایران خرید و فروش میشن بپرسیم، پیداشون بکنیم و یکی از این بچه ها رو نجات بدیم. و خانم شیرخانی دوست دارن اگر دست های شروع کنن برای ساختن یک دبستان توی سیستان و بلوچستان، کنار این دست ها باشن، دست به دست های همدیگه بذاریم. به اعتقاد من دست هایی که کمک میکنن، دست هایی که دست های آدم های دیگر رو میگیرن، از لب هایی که فقط و فقط و فقط دعا میکنن و هیچ کاری نمیکنن، خیلی ببخشید میخوام بگم قوی ترن. به من هیچ ربطی نداره. زندگی خود شما، هر جوی دوست دارید زندگی کنید، ولی برسد توی ماها این مثال این شکلی خیلی معروف شده که باید کاری کنیم، باید قدمی برداریم. برنامه امشب میخوام با یه شعر از خودم تموم کنم و اون شعر اینه که چی میمونه از ما به جا، چی میمونه از ما به جا، اگه خیلی ماه باشیم یه خاطر خیلی قشنگ تو ذهن اون آدمی که مونده تو را، این میمونه از ما به جا. اگر دوست دارید چیزی از شما توی ذهن یک آدمی به جا بمونه، این برنامه متعلق به شماست. تعارف هم ندارید تماس بگیرید، بیاید روی صندلی داغ جمعه شبها به وقت ونکوور کانادا و به سوالهای داغ من جواب بدید تا یک دلی رو به دست بیاریم. تا برنامه هفته دیگه بهترین آرزوها رو براتون دارم و بهترین آرزو هم اینه که عاشق باشید، با عشق زندگی کنید و روی فرکانس عشق باشید که بهترین جا همینجاست.